رفقای من من پلیلیست شانگهای مسترز 2023 رو چک کردم فینالش بود نیمه نهایی رو به هیچ عنوان از دست ندید فوق جذابه و داغ داغ میخوایم بریم حالا سراغ شانگهای مسترز 2024 بازی سالیوان با یک جوون چینی که تونست یکی از هموطنهای خودش رو در مرحله قبل ببره و بیاد در مقابل سالیوان قرار بگیره. با من امرو باشید و یه سری آمار و ارقامم بهتون بدم بریم با هم دیگه این بازی رو نگاه بکنیم این نکته جالبی این بازی کنه چینی جدید ازش بچه متاسفانه من <تصفانه> چی بود؟ متاسفانه صدایی شدم متاسفانه من اسم این بازی که میزنم یه اون یکی جو قدیمیه میاد بالا و این بازیکن اصلا عکسش توی چیز نیست توی شما وقت سایت خود همون WSC که داریم میبینید اونجا سایت جهانی اسنوکر میرین اسمش هست تصویر نداره اطلاعاتی هم به ما نمیده اگر اطلاعاتی از این بازیکن دارید حتما تو قسمت کامنت ها بنویسید چند سالش فقط میدونیم که از کشور چینه و تو کشور خودش در مقابل سالیوان داره بازی میکنه من گوشیم هم سایلنت بکنم آرازی بگراند رو دیدین تکرنگش کردم جای نورم عوض کردم فکر میکنم این بهتر باشه آها من فکر کنم صدای اینها صدای خود ویدیو بود من ترسیدم بودم خدای صدای چی داره میام آقای آمار جالب بهتون بدم از مصابقات شانکای مسترز سالیوان تا این بازی که هم داره انجام میده بازی بیستمشه 19 تا بازی در شانگهای مسترز نباخته یا خود خدا ببین آمار رو فقط ببین این بازی بیستمش هستش و رفقا همه اول ویدیو هم بگم که دیگه تکرار نکنم لایک کام سابسکرایب فراموش نشه این ادیت کار دست خودمونه و یکی دو تا بازی دیگه شانگهای مسترز هم براتون پیدا کردم و اونا کار ادیت بچه ما نیست صرفا میخوایم با هم دیگه بدونیم چه خبره ادیتش به ادیت چی میگم به خوبی این ادیت قاعدتا نیست وا. و و بریم تو دل بازی بازی 11 فریم هرکس 6 فریم ببره برنده بازی میشه هر جوری شده توپ قرمز رو میزنه چه اعتماد به نفسی و ببینیم که چیکار میکنه در مقابل سالیوان من تا حالا این بازیکن رو ندیدم ف... کنم سال اولش باشه که تو تور حرفه یاس باز میگم اگر که فکر میکنید اطلاعات بیشتری دارید برام بنویسید کلی ویدیو داریم بچه ها کلی ویدیو داریم از قدیم بین بازی های بروز اونا رو برای شما بقول ما رو پخش میکنیم بریم تو دل این بازی ببینیم که چه اتفاقی داره رقم میخوره هنوز تا تاتی تا دارم میکنن هنوز لکولک دارن میکنن شو یه کوچولو داره چجوری بگم با اعتماد به نفس خوبی بازی میکنه در مقابل سالیوان قهرمان قبلی شانگهای مسترز این هم خودش آمار عجیبیه یعنی آمارهای یعنی چجوری بگم اسم خوبی داره رکورد های ریز ریز اینا اینایی که ما همش تا الان گفتیم درشتاش بوده خب آمارای ریز و رکورد های ریز سالیوان که فکر کنم دیگه کمپلت دست نیافتنیه میگیری چی بهت میگم مثلا چند ساله دیگه به نظر شما باید بگذره تا یه بازیکنی که راست دسته بتونه بیاد با دست مخالفش اه بریک سنتری بزنه نمیدونم بریک دست چپش 140 141 ولی با دست مخالفش ما اصلا میگیریم سنتری خوبه کمترین حالت ممکن سنتری بزنه همین یه تک دونه رکورد سالیوان رو شما حساب بکن اوکی فریم اول و جو میبره کلی طرفدار چینی اومده تشویقش بکنه تا نه اینکه سالیوان رو ببره اینو چی میگم اونا عاشق اینن که سالیوان تا آخرش تو این بازی بمونه بهش دنده بدن خوب بازی بکنه میگیره چرا اینا تلاشش رو بکنه انگیزه بشه براش سی و یک امتیاز سالیوان توی فریم دوم امتیاز کسب میکنه به شدت پات خوبی نشون میده داره این بازیکن تا گفتم میس داد و بریم ببینیم که چه اتفاقی در ادامه ماجرا رقم میخوره. 24. 30. 38. و اینجا میبینیم که سالیوان با یه بریک خیلی خوشکل از خجالت این جوون دونپایه برمیاد فریم سنگینی بود و ببینیم که با این بازیکن چینی رو میبره تو چالش یا که نه اه. نه هر ضربه پاکرباز پک رو باز نمیکنه ۲26 29 سالیوانه و چه کاغذی میزنه زنه منم احساس میکنم که یه مقدار کاتا سریعه باید به این یکی ادیتور جدید اون بکنم یه کوچوللو کاتا باید، طولانی تر باشه که ما بیشتر لذت ببریم همینطوری بازی هایلایت هست هایلایت تر نشه خب گیر داده سالیوان بهش اون بازی کنم هرچی میزنه تکراری میزنه نه یه ذره این ور، نه یه ذره اونور حالا میخوره حالا میخوره بچه من فکر کنم این نور رو بیشتر دوست داشته باشید نور این شکلی رو ولی حتما برام کامنت بذارید پای سر من نور هی تغییر میکنه دیگه حالا یه بار سبز یه بار آبیه یه بار قرمز خیلی رنگ زیاد هستش یه لانگ شات خوب لانگ پات البته چقدر قویه پات این پسر 43 47 بازی رفت تو داستان سالیوان سعی میکنه استونکر بکنه جفتشون از ضربه پیچ استفاده کردن تو این دو تا ضربه آه. نمیزنه سالیوان ولی اینجا موقعیت رو قنیمت میشماره نه چقدر بد زد چقدر بد زد توپ زرد و اینجا هم به به هیچ توپ دو دسته تقدیم سالیوان که ببین یه دونه ضربه اشتباه چی شد چقدر خوب داشت میزد تمام البته من خودم اینطوری کاتو دوست دارم و به خاطر اینکه خب سرعتش زیاده من کلا بازی سرعتی دوست دارم ولی خب میدونم سلیقه شما چیه حتما اینو گوشت میکنم. 25 تو گفته ده سالیوام مثل برق و باد به همراه به کمک ادیتور ما داره میز رو میز خیلی زود داره میزنه <applause> و تمام تمام فریم کمتر از 20 ثانیه طول کشید اوکی هفت دا تا داره میزنه راحت می دو 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 این کار انجام میده آدم واقعا فکر میکنه به همین سرعت میشه این کار انجام داد واقعا اینطوره نیست سه یک اولش خوب شروع کرد ولی ژوه بچه درست میخونم ژو یا ژو فکرم لحجهش فقط فرق میکنه و الان دیگه اون ثبات ذهنی و فکری به نظر من نداره حالا شما باید بنویسید 29 امتیاز سالیوان گرفته اینجا یه پلنت پیدا میکنه منم باید تونتون پس چیز کنم نقد و بررسی بکنم یه زیر دست خراب ماکس چینی و تو به صورتی اسپاتش پر شده و هیچ کارش نمیتونه بکنه سالیوان تنها کاری که میتونه بکنه غیر که نزدیک اون اسپات هستش رو خالی بکنه و تا اینجا تا اینجا شش، شهار، تمام 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 ه مینوازه. مینوازه و خوب می چرا تو من میگم باید میس بشه چهار یک دو فرم دیگه سالیوان میخواد تا برای این بازیکن چینی اوبر بگیره و بره به سمت منزلش. آقا راستی یه چیزی توی چین چیه راستی اونه که چین زندگی میکنن؟ اوبر فکر نمیکنم چین باشه. خیلی کاملا مشخصه که از بازی خارج شد. ولی به شدت این استایل این پات قوی به ما میگه که یه بازیکن چینی خفن دیگه تو راه هستش بازی هم که براتون از این مسابقات انتخاب کردم اینشاالله با هم دیگه ببینیم لوکا برسلو، سی ارزم به حضور گرامتون ترامپ و مارک فیلیامزه که اینشالا با هم دیگه میبینیم نه نه ببینید چیز بگم تجربه جو اینا خیلی چیزای مهمیه این بازیکن به نظر من خیلی سمی و خفنه ولی هنوز نمیتونه هضم بکنه این حجم فیلم برداری این حجم تماشاچی و قهرمان قهرمان که چه کنم بهترین بازیکن تاریخ اسنوکر خب اینا همه باید هضم بشه دیگه اون بچه مگه چند بار با سالیوان بازی کرده چقدر تجربه داره و ولی نوید اینو به ما که یه بازیکن خفن تو راهه و ما هم لذت ببریم از بازیش هر چی بازیکن خفن تر بیاد این ورزش جذابتر میشه 80 تا میزنه و تمام بریم به سراغ فریم هفته بازی پنج یک بیرحمان سالیوان میفته جلو و کلاس آموزشی برای این بازیکن چینی شروع شده داورم از تماشاچیان میخواد که سکوت بکنن حسم میگه برای این قرمزه نرفت حالا نمیدونم نظر شما چیه حسم اینه که نظر اینجا دوباره توپ و دو دستین آه نداره فکر کردم توپ و داد به سالیوان فکر کنم برن تو ادا اصول فکر کنم بچینن نه سالیوان بچینه قصه نیست اوه شانسی میزنه توپش کنون میکنه با یه توپ دیگه و میفته نه این بازیکن تنظیم کارخونهش به هم خورد ولی این تنظیم کارخونه همچنان مرتب منظم همه چی سر جاش میزون میره بریم که میتونه فریم شیشم از این بازیکن چینی بگیره و بیرحمان از مسابقات شانگهای مسترز حذفش بکنه یا که نه 21. پنج و دو ببین اسکور چیه تمام 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 سالیوان این بازیکن رو حذف میکنه از مصابق. اوه، ببین کجا داره میزنه ببین چی شد ترکی این از قرمز میفته بابر باری کلا کل. او باری کلا بچه جوانو چی کار کردی این چه, این چه سمی ما داریم نگاه میکنیم نمیزنه و تمام خب رفقا اینم از اولین بازی سالیوان توی مسابقات شانکای مسترز بیرحمانه این بازیکنی که اگر بهش رو میداد مطمئن با 6 یک سالیوان رو میتونست بزنه خیلی قدرت پات قوی داشت چه جمعیت خوبی هم رفته بود و منتظر ادامه این مسابقات به روز توی کانال خودتون استونکر شو باشین دوستتون دارم خیلی شکرین فعلا عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش